سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14. عزاداریاتون قبول. این بخش خبری رو می‌خوایم از هشتگ‌هایی شروع کنیم که خودتون تو توییتر داغ کردید. کاربران عرب زبان منطقه بعد از سخنرانی سید حسن نصرالله در شب عاشورا در حال انتشار پست‌هایی در توییتر با هشتگ ما ترکناک یبن الحسین خطاب به رهبر انقلاب هستند. سید حسن نصرالله دیشب درباره رهبر انقلاب گفت: رهبر اردوگاه ما امروز امام خامنه ای و مرکز این اردوگاه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تلاش دارد تا آن را محاصره کند. این هشتگ هایی هستش که برای نمونه براتون آوردیم. حالا به غیر از این یه هشتگ دیگه هم داغ شده. کاربران توییتر با فررسیدن عاشورا دلنوشته های خودشونو با هشتگ یا حسین با دیگران به اشتراک میذارن و جالب این که اکثر این هشتگ ها از منطقه عربستانه. در میدان قلعه شهر قطیف در شرق عربستان این تصاویر رو تو شبکه های اجتماعی دیدیم. حسینا و حسینا مأجورا یا زهرا و مأجور یا حیدر علی مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالمصاب راح و آخرین تصاویر از سحرگاه عاشورا در بین الحلمین کربلا. و گزارش خبرنگار شبکه اینترنتی مردم خبر از جوار حضرت امام رضا علیه السلام. همین دقایق که تاریخ ما رو میبره به سمت مردی که حق رو گفت و در مقابل ظلم بی تفاوت نبود و صدای حلم ناصر ینسورونیش رو خاموش کردند و سرش رو روی نیزه بردند و خانوادش رو آواره کردند. تاریخ آینه خوبی برای من و شماست که بهمون بگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی در هر پست و مقامی که هستی نباید نسبت به ظلم بی تفاوت باشیم و عملمون رو باید با مسیر حسین علیه السلام میزان کنیم تا موزون نگاه مهدی فاطمه باشیم. همین دقایق امام زمانی هست و خیمه ای که از ما میپرسه میمانی یا میروی؟ دست من و تو نیست اگر عاشقش شدین. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. من عاشق جمال حسینم، همین و بس. نابرده رنج گنج به ما داده فاطمه. و دیروز هم تو شبکه‌های اجتماعی خبر پخش شد مبنی بر اینکه شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق بازداشت شده به دلیل یه سری تخلفاتی که تو ویلا و اون مرکز دولتی که سمت داشته انجام داده. حالا واکنش پدرشو ببینید. دود آوردن، متاسفانه شرکت متلول شده، ایشون فقط بدهی دارن، هیچ چیزی ندارن، رفتی هم به دارو نداره، بیش از یک سالیست عملا فروششون متوقفه. بله. عرض کنم منطقه خب شیطنت هایی هست، عرض کنم مسائل رو سیاسی میخوام بکنن رو، حال این که ایشون یه بده کاریست که باید کار کنه، بدهیشو بده با شریکی داره. متأسفانه اون مدیر متخلف بوده، فراریه. مدیر شرکتی که ایشون داشتن. بله بله. متخلف بله و فراری. تخلفاتی رو کرده. آخه خبرگزاری ها گفتن که ضرر و زیان شرکت شده. آخه خبرگزاری ها گفتن که حکمی درباره ایشون صادر شده به خاطر قوه قضاییه که بالاخره باید تحقیق بکنن دیگه حکم. بله خب میکنن، رسیدگی میکنن. خیلی ممنون، متشکرم. صدای نعمت‌زاده
وزیر سابق صنعت و معدن بود به اتهامات دخترش تا فردا ساعت 8 صبح.